گریه نکن، او نمرده اما خواب است. دختر برخیز. به او خوردنی بدهید و در این باره به هیچ کس چیزی نگویید. سپس متا را دید که در دروازه نشسته مصروف جمع‌آوری محصول گمرک بود. با من بیا. عیسی به کوه رفت و شب را در عبادت خدا صبح نمود. صبح 12 نفر را انتخاب کرده و آنان را حواریون نامید. شمعون که او را پترس هم می نامیدند. اندریاس برادرش، یعقوب، یوحنا، فیلیپ و بارتولما، متا، و توما. یعقوب پسر الفی، شمعون معروف به فدایی، یهودا برادر یعقوب، یهودای اسخریوتی که خائن برآمد، خوشا به حال مسکینان، دولت خدا از شماست. خوشا به حال گرسنگان، زیرا سیر خواهید شد. خوشا به حال غمگینان، خندان خواهید شد. خوشا به حال شما که مردم به خاطر من شما را نفرت و تحقیر می کنند. در آن وقت خوش باشید و شادی کنید، زیرا اجر بزرگ نزد خدا خواهید یافت. پدرانشان نیز با پیغمبران چنین کردند. ۱۸ ۱۹ ۲۰ خلاص شد دیگه. مقصد چیز که میگه خلاص شد؟ وای به حال شما ثروتمندان، آرامیتان گذشته.
نمیخواه پولدار باشد، دیوانه است. وای به حالتان که میخندید، غمگین خواهید شد. وای به حالتان که توصیف میشوید، اجداد شما نیز پیغمبران دروغین را وصف کردند. بشنوید، دشمنانتان را دوست بدارید، با بدخواهان خوبی کنید، بدگویان را عفو، بدگمانان را دعا کنید. وقتی کسی بر روی تو میزند، طرف دیگر را نیز پیش کن. اگر کسی چپنت را میگیرد، پیرهنت را هم بده. اگر کسی چیزی بخواهد، ببخش. کسی که از شما چیزی بگیرد، آن را پس مخواهید. طوری رفتار کنید که از دیگران توقع دارید. اگر کسی را دوست دارید که شما را دوست دارد، افتخار آن چیست؟ گناهکاران همچنین می کنند. اگر به کسی نیکی کنید که به شما نیکی کرده، چی اجر دارید؟ همه چنین می کنند. چرا بود دزد؟ چطور کتش گب زد؟ آی فست نه، دشمنت را دوست بدار و به او نیکی کن. قرض بده و پس نترب، بعدن اجر بزرگ خواهی یافت و فرزند خدای بزرگ خواهی بود. او به ناسپاسان و بدکاران مهربان است. رحیم باش طوری که خدایتان رحیم است. ما را نجات بده. بد نکنید تا بد نبینید. ملامت نکنید تا ملامت نشوید. ببخشید تا بخشیده شوید. خداوندا ما را هدایت کن. بدهید تا به شما داده شود. به اندازه بخششتان پاداش خواهید یافت. اگر کور کور را رهنمایی کند، هر دو در جوی خواهند افتاد. چرا در چشم دیگر ذره را دیده و در چشم خود چوب را نمیبینی؟ استاد، رهنمایی کماره و تو محتاج هستیم استاد. خوشا به حال او مادره که تو را به دنیا آورد. خوشا به حال کسی که کلام خدا را میشنود و اطاعت میکند. باید دوره بشناسیم. چی فکر میکنیم؟ او مسیح نیست؟ همان فریسی عیسی را به صرف غذا دعوت کرد. عیسی به خانه اش رفته، سر دسترخوان نشست. بچه ها، شما برین. شنیدین؟ برین. ببخشین بچه ها، بسیار شوخ هستن. نمیفهمم. شمون، من این زن را میشناسم، اما میخواهم چیزی برایت بگویم. دو نفر از یک شخص پول قرض گرفته بودند.
یکی 500 سکه نقره و دیگری 50 تا. چون پس داده نتوانستند، طلبگار هر دو را بخشید. کی او را بیشتر دوست دارد؟ گمان میکنم وی که زیادتر به او بخشیده شده. درست است. این زن را میبینی؟ به خانه‌ات آمدم، برای پاهایم آب نیاوردی، اما پاهایم را با اشک شست و با موی خود خشک کرد. تو صورتم را نبوسیدی، اما تا به حال پایم را میبوسد. تو سرم را با روغن زیتون جلا ندادی، ولی او به پایم عطر میمالد. پس میگویم محبت او نشانی بخشش گناهان زیاد است. کسی که کم بخشیده شده کم محبت می نماید. گناه تو بخشیده شده، ایمان تو را نجات داده. تا با 12 شاگردش و زنانی که از اروای پلید رهایی یافته بودند میگشت و مژده دولت خدا را اعلان میکرد. مریم مجدلیه، یونا همسر خوزا که ناظر قصر ایرودیس بود، و سوسن. ایرودیس والی رومی جلیل یحیای تمیدهنده را زندانی کرد، زیرا او والی را در موضوع ازدواج با زن برادرش ملامت کرده بود. چی شده؟ وقتی به شهر نان داخل شده، با جنازه روبرو شده که پسر یگانه یک بیوزن بود. وقتی عیسی مادر او را دید، دلش به حال او سوخت. سر تابوت دست مانده فرمود: ای جوان برخیز. فوراً مرده برخاست و عیسی او را پس با مادرش سپرد. از او بپرس، تو همان هستی که باید بیاید یا منتظر دیگری باشیم؟ استاد، استاد، یحیی ما را فرستاد پرسید: شما همان مسیح هستید که باید بیاید یا منتظر دیگری باشید؟ چیزی را که دیدید به یحیی بگویید: کوران بینا، شلان روان. خوشا به حال کسی که به من شک نکند. من چیزی نمی‌بینم.